تلاش برای ساخت واکسن تک دوزی کووید آنفولانزا. شرکت مدرنا از تصمیم خود برای تولید واکسنی خبر داده که همزمان میتواند بدن را در برابر بیماری های کووید 19 و آنفولانزا حفاظت کند. این واکسن که تا پیش از زمستان سال 2023 میلادی برای استفاده عموم آماده خواهد شد، به شکل واکسن تقویتی مورد استفاده قرار میگیرد. شرکت مدرنا هدف بلند مدت خود را تولید واکسنی عنوان کرده که تنها یک بار در سال تزریق میشود تا دیگر نیازی نباشد افراد جامعه برای مقابله با کرونا و آنفولانزا 2 تا 3 واکسن در هر سال تزریق کنند. کشف ابعاد تازه از کمپونی فضانوردان. محققان کانادایی در تازه ترین تحقیقات خود ابعاد بیشتری از علت کمپونی فضانوردان پس از بازگشت به زمین کشف کردند. این تحقیقات نشان می‌دهد فضانوردان به محض رسیدن به فضا با کاهش گلبول‌های قرمز روبرو می‌شوند و این روند تا زمان حضور در فضا ادامه دارد. در مطالعات جدید مشخص شد از بین رفتن گلبول‌های قرمز فضانوردان به دلیل حرکت رو به بالای مایعات بدن آنها نیست و این اتفاق صرفاً به دلیل شرایط بی‌وزنی رخ می‌دهد. انجام آزمایشات بیشتر نشان داد که طی 6 ماه مأموریت در ایستگاه فضایی بین‌المللی در هر ثانیه 3 میلیون گلبول قرمز در بدن فضانوردان از بین می‌رود. در حالی است که میزان از بین رفتن گلبول‌های قرمز در کره زمین 2 میلیون گلبول در هر ثانیه است. در حالی که بدن به شکل طبیعی گلبول‌های قرمز از بین رفته را جایگزین می‌کند، این فرایند در فضا با تغییراتی مواجه می‌شود که می‌تواند در طولانی مدت فضانوردان را با مشکلات جسمانی مواجه کند. هشدار درباره آلودگی‌های شیمیایی. دانشمندان اعلام کردند وجود تعداد زیادی از آلودگی‌های شیمیایی در نقاط مختلف کره زمین باعث به خطر افتادن اکوسیستم‌های سراسر جهان شده است. اکوسیستم‌هایی که بشر برای ادامه حیات خود با آنها وابسته است. این مطالعه نتیجه گیری کرده که استفاده بیش از اندازه از پلاستیک ها، آفتکش ها، ترکیبات صنعتی و آنتی بیوتیک ها از حد مجاز عبور کرده است. برای مثال، آفتکش ها علاوه بر از بین بردن حشرات مزاحم، حشرات مفید را هم که برای بقای اکوسیستم ها اهمیت زیادی دارند، هدف قرار می دهند. آلودگی پلاستیکی نیز اکنون از قله اورست تا عمیق‌ترین نقاط اقیانوس ها یافت می شود. هشدار شرکت‌های هواپیمایی درباره خطرات 5G. بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی آمریکا هشدار دادند که آغاز ارائه نسل 5 شبکه تلفن همراه یا 5G سیستم هدایت هواپیماها را با اختلال مواجه خواهد کرد. این شرکت‌های هواپیمایی خواستار این هستند که سیگنال‌های 5G حدود 3 کیلومتر از فرودگاه‌ها فاصله داشته باشند. در این صورت نسل 5 شبکه تلفن همراه می‌تواند بدون مختل کردن پروازها مورد استفاده قرار بگیرد. پیشتر اداره هوانوردی فدرال آمریکا نیز اعلام کرده بود سیگنال‌های 5G می‌تواند ابزارهای حساس هواپیما مانند ارتباط‌سنج را دچار اختلال کنند. با این حال شرکت‌های ارائه دهنده نسل 5 شبکه تلفن همراه گفتند 5G بی خطر است. کشف نوعی کربن مرتبط با حیات در مریخ. مریخ نورد کنجکاوی توانسته مقادیر زیادی از نوعی کربن موسوم به کربن 12 را در سنگ‌های مریخی شناسایی کند. ارگانیسم‌های کره زمین از کربن 12 برای تجزیه غذای خود استفاده می‌کنند، در حالی که گیاهان برای انجام فتوسنتز به استفاده از کربن 12 روی می‌آورند. در هر صورت شناسایی کربن 12 با وجود حیات مرتبط است. طبق اعلام دانشمندان به نظر می آید که مریخ نورد کنجکاوی وجود حیات باستانی را در مریخ کشف کرده، اما برای تایید این موضوع تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.